هفته گذشته من در حضور شما نبودم، جلسه حضرت استاد بزرگوار من در مزار بود و به خاطر اشتراک در این جلسه رفته بودم. روز جلسه یک شنبه بود، مردی از دوستان مزاری خدمت من آمد و در کنار من نشست. گفت جناب مولانا، در این اواخر همه ولایت های افغانستان در کنار حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله، مرد مجاهد، مرد مبارز، مرد فداکار، دعوتگر واقعی، وارث واقعی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در گفته های ازی به خاطر حمایت از گفته های ازی در سطح کشور همه حمایت خود را اعلان کردن. اما استخار شما چه؟ هیچ کاری نکردین. نه تنها که شما حمایت نکردین، بلکه در صفحات مجازی ما از آدرس علمای تخار دیدیم کسایی را که لنگی سفید به سر داشتن، عبا و قبای عالم را به تن داشتن، در یک مسجد در کنار مسئولین حکومتی بسیار به شدت و به شد و مد بر گفته های ارزشمند جناب انصاری حفظه الله انگشت کثیف انتقاد خود را بلند می کند و این عالم ربانی را توهین می کند و با زبان گندیده و متعفنش می گوید که در کدام مدرسه در خواندی، از کجا فارغی، تو چی را می دانی؟ من چون جریان جلسه بود چیزی گفته نتوانستم، فقط همین قدر معذرت کردم که این جمعه من نبودم. انشالله که موقف ما مشخص است. اینها ای علمایی که اشاره کردم به حد بدنام تاریخن، به حد روسیاهان تاریخن، به حد در میان ملت مسلمان عوام و خواص هرزه و بی ارزشن، که به خدا قسم، به خدا قسم، علما که در جای خود حتی از فاسدترین جوانا شنیدیم که میگفتن اگر فرصت مساعد بشه من آمادم که توف بر روی این چنین عالم سویه که از نام علما استفاده میکنه بیاندازم. گب دهی است که این علما را شما میشناسین، اینهایی که از نام علما استفاده میکنن کاملا، اینها کسایی ان که در قاموس زندگیشان چیز به نام دین وجود نداره، چیز به نام دین وجود نداره و نداشته. جهانیان خصوصا ملت افغانستان و بلخص هراتیان عزیزی را بدانن که این دین فروشان حرفوی به هیچ عنوان از ملت نجیب و ارزشمند تخار باستان نمایندگی نمیتوانند، نمایندگی کردن نمیتوانند. اینها لکه ننگی بر دامن پاک علمای تخار و ملت نجیب و شریف تخاریان عزیز ما هستند. اینها در واقع لکه ننگی هستند که نام تخار را بد کردند. اینها از پی آر تی خوردن، در کنار آمریکا استاد شدن، مسجد جامی را به میلیون ها میلیون دلار را مصرف کردند و خوردن، مارکت ها ساختن، دکان ها خریدن و بالاخره دختر و پسر خود را به خارج ها روان کردن، حتی به گونه ای که اینا پایبند هیچ اصل شرعی نیستن. اما علمای واقعی تخار، مردم نجیب تخار، همیشه در کنار صدای پاک عالم ربانی و مجاهد ارزشمند ما جناب انصاری بوده و می باشه. با جان مالمون ما از این عالم ارزشمند ما انشالله که حمایت میکنیم. در رابطه با این چنین علمای، من قول شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه را نقل میکنم که کتابی دارد به نام الفوز الکبیر، در اونجا میفرماید اگر خواسته باشین که یهود پلیده که در نصوص قرآن در ده ها موارد الله تبارک و تعالی یهود پلیده رد کرده و بد گفته، اوصافش برای ما معرفی کرده،
اگر خواسته باشین امی یهود پلید در میان ای امتتان ببینین، مشاهده بکنین، به طرف علمای سوءتان نظر بکنید. اگر خواسته باشین یهود پلید عصر حضرت موسی را در میان امت محمدی ببینین، به طرف علمای سوء و علمای شیطانیتان نظر بکنین. اینا را ببینین، اونا به یادتان می آید. اوصاف مکمل اون علمای سوی یهود و ملت پلید یهود یکه با یکه در وجود این علمای شیطانی و دین فروشان به نام عالم وجود دارد. و اگر خواسته باشین که ملت نصارا را ببینین، به طرف پیران و اولیای زال و مزل که با استفاده از نام تصوف و تزکیه ملت را غلام خود ساختن، به طرف اینها نظر بکنید. اینها کسایی اند که با استفاده از نام پاک تصوف و تزکیه ملت را غلام خود و خود را خدای ملت معرفی میکنن. اینها را ببینین، ملت پلید نصارا به یادتان می آید. عزیزان من،